بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما به خیلی توجه نمایید به خبر ساعت ده از تلویزیون تمدن برنامه جهانی غذا با نگرانی شدید از بحران غذایی در افغانستان میگوید که زنان و کودکان بیش از دیگران از بحران گرسنگی رنج میبرند سخنگوی این نهاد در کابل گفته یک سوم مردم افغانستان که تعداد آنها به حداقل 16 میلیون تن میرسد با گرسنگی روبرو هستند و ناامنی غذایی در همه ولایات در حال افزایش است از, از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد زمستان امسال باعث شده که شمار زیاد از بیجا شدگان و تازه کنندگان در بسیاری از مناطق افغانستان با مشکل مشکلات جدی مواجه شوند. اداره خط آهن اعلام کرده که در جریان یک هفته گذشته 80950 متریک تن کالا از طریق خطوط آهن صادر و وارد شده است این اداره گفته که این انتقالات از طریق خطوط آهن بندر حیرتان، آقینه و تورغوندی انجام شده طبق خبرنامه اداره خط آهن در یک هفته گذشته 869 تن اموال تجارتی ترانزیت شده که بیشتر اموال صادراتی شامل میوه خشک و آب انار بوده اداره آهن همچنان گفته که بیشتر واردات شامل مواد نفتی و غیر نفتی میباشد به دنبال افزایش موارد سرقت و آدم روبایی در قندهار فرماندهی پلیس این ولایت بعد دستور والی قندهار تردد موترهای شیشه سیا را ممنوع اعلام کرد فرماندهی پلیس قندهار با نشر اطلاعیه از باشندگان این ولایت خواسته که زنان ناشناس و تک دیگران را به خانه هایشان راه ندهند باشندگان قندهار نیز از افزایش موارد سرقت ابراز نگرانی کردند در آخرین مورد روز پنجشنبه گذشته سارقان مسلح در ناحیه پنجم شهر قندهار فرد را با شلیک گلوله کشتند پول او را با خود بردن فرماندهی پلیس قندهار با تایید این رویداد گفته در تلاش بازداشت سارقان هستند امروز 27 هوت برابر است با روز ملی خبرنگار همزمان با این روز خبرنگاران از مسئولان حکومتی خواستند که در حل چالش های فراراه کار رسانه‌ای از جمله دسترسی به اطلاعات به گونه جدی اقدام کنند نهادهای رسانه‌ای نیز میگویند هنوز خشونت تهدید و بازداشت خبرنگاران از جانب نهادهای حکومتی جریان دارد که باید هرچه زودتر حل شود رئیس مرکز رسانه‌های حکومت ما میگوید برای حل چالش‌های موجود از سوی حکومت کار جریان دارد و خبر اخیر اینکه که روند توزیع کتابهای درسی به دانش آموزان مکاتب دولتی در ولایت بلخ آغاز شد مسئولان در وزارت معارف میگویند قرار است حدود 39 میلیون جلد کتاب در سال جدید تعلیمی در سراسر کشور توزیع گردد که 70 درصد مشکل کمبود کتاب رفع خواهد شد این در حال است که شکایت ها از کمبود کتب درسی در نقاط دوردست کشور همچنان پا بر جاست با پایان بسای خبر این ساعت رسیدیم سپاسگزارم از توجه شما بقیه روز خوش